خارج کردن وسیله شکسته. عوامل موثری که باز توی خارج کردن وسایل شکسته میتونن مهم باشن، اولیش مهارت دندان پزشکه، دومیش اندازه وسیله‌ای که شکسته، طول قطعه‌ای که شکسته و موقعیتش در داخل کانال، کرونال، اپیکال کجاست. وسایلی که سایز کوچیک‌تر دارن ممکنه خب خیلی راحت بتونیم بایپاس بکنیم، یا یعنی اینکه با اولتراسونیک یا فرز اصلا بتراشیمشون تموم شن برن و حذف شن. کیت‌های مخصوصی داریم برای خارج کردن وسایل شکسته، یا یه تکنیکی داریم تحت عنوان تکنیک بریدد فایل که میایم فایل رو بایپاس میکنیم توش، بعد با چند تا اچ فایل میکنیم دورش، دور تا دورش، بعد اینا رو با هم میپیچونیمشون، بعد با هم درشون میاریم. برای خارج کردن قطعات شکسته بلندتر میتونن مفید باشن. پس تکنیک بریدد فایل و کیت‌های مخصوص بیشتر برای خارج کردن قطعات بزرگتر مفیدن. قطعات کوچیک‌تر رو گفتیم چیکار میکنیم؟ میتونیم بایپاس کنیم یا میتونیم بتراشیم تموم شن با اولتراسونیک یا با فرز. حالا این تکنیک بریدد فایل گفته در خارج کردن مواد نرمتر مثل کن نقره و حامل‌های پلاستیکی موثرترن تا مواد سخت مثل فایل یا حامل‌های فلزی. ببینید تو خارج کردن فایل هم گفته ها، ولی میگه توی خارج کردن کن نقره یا حامل‌های پلاستیکی اینا خیلی تأثیر بیشتری داره این تکنیک. هر چقدر شکسته بلندتر باشد احتمال خارج کردن آن بیشتر است. این جمله یادتون باشه، این خیلی مهمه، ممکنه در ظاهر برعکس به نظر بیاد. اگر قطعه شکسته در کانال کرو تو کانال کرو دار باشه، اگر کرونال کرو باشه احتمال خارج کردنش زیاده، اگر اپیکال کرو باشه احتمال خارج کردنش خیلی ضعیفه و تلاش برای این کار ممکن است منجر به ترانسپورتیشن پرفوریشن یا شکستن وسیله دیگه‌ای در کنار همون وسیله قبلی بشه.